people run in circles. It's a very, very mad world. It's a new day. Yes, it is. Nothing can stop the dream team. Look at the mask of my boy. واقعا خیلی سخته هم توی ایران زندگی کنی و هم طرفدار گیرز آف وار باشی. مایکروسافت و سونی سالهاست که جنگ کنسولی رو راه انداختن و اگه بخوایم واقعی باشیم، سونی همیشه برنده بوده. همیشه به جز یک دوره خیلی کوتاه. یه دو سال اولی که ایکس باکس 360 عرضه شده بود. کنسولی که بعد از PS2 من بیشترین تایم ممکن رو پاش گذروندم. اون هم به لطف بازی‌های فوق‌العاده این کنسول. وقتی اسم بازی‌های انحصاری ایکس باکس میاد، همه یاد هیلو و فورزا میافتن. ولی ایکس باکس توی یک دوره‌ای یه شوتر فوق‌العاده دیگه داشت که چشم هر طرفدار پلی‌استیشن رو از حدقه در می‌آورد. گیرز آف وار، یه بازی شوتر سوم شخص که سیستم کاور رو انقلابی کرد و به تنهایی دلیل به وجود آمدن کلی از عناوین فوق‌العاده دیگه بود. متاسفانه اگه شما نوجوان باشید، فرانچایز گیرز آف وار رو با نسخه 4 و 5 می‌شناسید که حالا بعداً در موردشون حرف می‌زنیم. اما قدیمی ترها میدونن که فرانچایز یه سگانه فوق‌العاده داشت که توسط اپیکس درست شده بود. آره، همون کمپانی که پشت ساخت فورتنایته. شاید گرافیک و مدل کارکتره که داخل این بازی ها بودن باعث میشد تا مدیا اونقدر قدرت داستان توی گیرز آف وار رو جدی نگیره. اما از نظر من روایت این بازی ها حتی از هیلو هم قوی تر بود. خیلی فکر میکردن که گیرز آف وار فقط یه بازی اکشن سراسر تیراندازی و انفجاره، اما اینطوری نبود. مخصوصا نسخه اول اون که از المان‌های وحشت هم استفاده کرده بود. داستان یک گروه سرباز بدنساز کراتین خور که دارن با دشمن ناشناخته مبارزه میکنن، دشمنی که به نظر شکست ناپذیر میاد. قسمتایی که شما دارید در کوچه‌های تاریک راه میرید و اون موجودات پرنده میتونن به سرعت پوستتون رو بکنن، هنوز یاد هر گیمریه. واسم میگم اگه مایکروسافت یه ذره کمپین‌های تبلیغاتی بهتری رو برای گیرز آف وار در نظر می‌گرفت، این بازی الان 10 برابر از چیزایی مثل فیبل، کیلزون و یا فارکرای و اساسنز کرید معروف‌تر بود. لحظات احساسی که داخل این بازی وجود داره واقعا قوی هستن. هنوز یادمه که نسخه دوم رو بازی می‌کردم و بعد به جای رسیدم که دام بالاخره تونست همسر خودش ماریا رو پیدا بکنه. اما شکنجه‌ای که توسط لوکاسا روش انجام شده بود جای هیچ امیدی رو باقی نمی‌ذاشت. خیلی سخت بود که شما کارکتری به اون گولاخی رو در درمونده ترین حالت خودش ببینید و در نهایت اون مجبور میشه برای اینکه به رنج عشق زندگیش پایان بده بکشتش. پلیز نو ماریا، گاد دم ایت، ایتس می دامینیک، ایتس دامینیک. مارکوس، آی دونت نو وات تو دو. I don't know what to do, man. این صحنه فقط نمیخواست به شما بگه که زندگی یک سرباز چقدر میتونه تحمل ناپذیر باشه، بلکه سعی داشت این وجهه جنگ رو بهتون نشون بده که غیر نظامی ها چطور قربانی این اتفاقات میشن. داخل سگانه اوریجینال یه کارکتر وجود داره به اسم تای، یه سربازی که به معنای واقعی هرکوله، کسی که کاملا مشخصه چقدر حرفه‌ای و سرسخته. اون دیالوگ‌های زیادی داخل بازی نداره، ولی همین قضیه به نظرم اون رو خفن‌تر و مرموزتر می‌کنه. شما فکر میکنید هیچ چیزی نمیتونه این مرد رو شکست بده تا اینکه تای توسط لوکاس تات دستگیر میشه و چند مدت شکنجهش میکنن. شما میتونید تای رو نجات بدید و خب همه انتظار دارن که تای دوباره تفنگ دست بگیره و شروع کنه درو کردن دشمنا، ولی وقتی به اون سلاح میدید تای باهاش خودکشی میکنه. این نشون میده که چقدر لوکاس ها موجودات بی‌رحمی هستن. این دنیا چقدر تاریکه که فردی مثل تای هم توش کم میاره. توی گیرز آف وار همچین داستانایی وجود داره. اما حالا بیایید موقعیت‌های احساسی بازی گیرز آف واری که توسط کولیشن درست شدن رو بررسی بکنیم و ببینیم که توی اون بازی‌ها شما چطوری میتونید با کاراکتری اصلی ارتباط برقرار کنید. اوکی، حالا این صحنه رو با این صحنه مقایسه بکنید. Stop,
در باب ضعیف بودن گیرزاوار 4 میتونیم به یکی از فرانچایزهای محبوب سینمایی یعنی دزدان دریایی کاریب اشاره بکنیم. احتمالاً خیلی از شما دارید سوال میپرسید چه شباهتی بین دزدان دریایی کاریب و گیرزاوار وجود داره. خب بذارید بهتون توضیح بدم. گیرزاوار 3 تا نسخه فوق‌العاده داره. دزدان دریایی کاریب هم دقیقاً همینه. بعدش ما دزدان دریایی کاریب 4 رو داریم که میشه گیرزاوار جادجمنت، عنوانی که همه فراموش میکنن حتی اصلا وجود داره. و بعد دزدان دریایی کاریب 5 که دقیق مثل گیرزاوار 4 میمونه. هم دزدان دریایی کاریب 5 و هم گیرزاوار 4 به تنهایی به فرانچایزهای محبوب بریدن و دقیقاً توی هر دوتای اونا سازنده ها کاراکترهای محبوب قدیمی که همه دوستشون دارن رو گرفتن، اونا رو تبدیل به کاراکتر فرعی کردن و با ورژن جوانتر عوض کردن که هیچ کس به این کاراکتر جوانتر هیچ اهمیتی نمیده. اما باز میدونید چی بدتره؟ اینکه سازنده ها وقتی اون کاراکترهای قدیمی رو نشون میدن تا بتونن مخاطب ها رو باهاش خراب کنن، اونا رو به بدترین شکل ممکن به تصویر میکشن. یه سری کاراکتر پیر که دیگه هیچ چیزی از اون قدرت سابقشون باقی نمونده. کاراکترهایی که همیشه توسط ورژن های جوانتر اصلاح میشن. جوانترها بهشون میگن چیکار بکنن و یا اینکه اونا رو حتی نجات میدن. در واقع هیچ احترامی برای این کاراکترهای قدیمی که از قبل بک‌گراندشون تعیین شده وجود نداره. نکته منفی دیگه هم که در مورد گیرزاوار 4 وجود داره اینه که هیچ چیز جدیدی ارائه نداده. در واقع انگار شما دارید همون بازی‌های قبلی ایکس باکس 360 رو انجام میدید ولی با گرافیک بالاتر. گیم پلی که یک دوره نوآورانه به حساب میومد از بس در طول این سال‌ها کپی شده حالا به نظر بد میاد. از اون گذشته مایکروسافت همون گندی رو به گیرزاوار 4 زد که به هیلو 4 زد، عوض کردن المان‌های کلیدی بازی. چون مایکروسافت میخواست ESRB یا رد سنی پایین‌تری برای گیرزاوار 4 بگیره، سازنده ها رو مجبور کرد یک سری تغییرات بدن که اولیش کم کردن بخشای ترسناک و خونین بازیه. حالا توی گیرزاوار 4 به جای اینکه شما لوکاسا رو تیکه تیکه کنید و یا با موجودات ترسناک مثل لمبت ها مبارزه بکنید، حالا باید در برابر ربات ها قرار بگیرید. دقیقاً مثل هیلو 4. همونطور که گفتم این کار فقط به این دلیل صورت گرفت که مایکروسافت بتونه رد سنی پایین‌تری بگیره و بازی رو توی کشورهای بیشتری بفروشه. و اگه به نظرتون فقط اضافه کردن ربات‌ها کافی نبود، اونا توی نسخه بعدی کلمه وار یا جنگ رو هم از گیرز آف وار حذف کردن تا یه وقت رد سنی بازی بالا نره. اگه شما واردن رو از گیرز آف وار 4 حذف بکنید، هیچ دشمن جالبی داخل اون بازی وجود نداره. به شخصه من از مبارزه کردن با ربات‌ها متنفرم، مگه اینکه یک هوش مصنوعی خفنی بگیره اونا رو کنترل بکنه. میدونید یه چیزی تو مایه‌های گتا. خب به نظرتون اوضاع با بازی گیرز 5 تغییر کرد؟ نه، حتی بدتر هم شد. حداقل شما توی گیرزاوار 4 به جای پسر مارکوس بازی می‌کردید، ولی حالا اونا جیدی رو تبدیل کردن به کاراکتر فرعی و یهو یه کاراکتر زن که توی بازی قبلی به معنای واقعی روی مخ بود تبدیل میشه به کاراکتر اصلی. چرا؟ چون بازی‌های غربی متأسفانه یکی یکی دارن قربانی این سیاست‌های جدید مزخرف ووک میشن و هیچ کاری هم از دست ما برنمیاد. احتمالاً در مورد حاشیه DLC جدید بازی هورایزن فوربیدن وست هم میدونید. اونا انقدر از انتقاد گیمرها بدشون میاد که بعد از اینکه پلیرها به این DLC توی متاکریتیک نمره پایین دادن، تصمیم گرفتن سیستم نمره دادن توی این سایت رو کلاً عوض بکنند. از این به بعد فقط کسایی میتونن به یک بازی نمره بدن که اون رو خریده باشن. یعنی آخرین سایتی که گیمرها میتونستن نظر واقعی خودشون رو در مورد بازی‌ها بدن هم به فنا رفت. اما قطعاً مزخرف‌ترین چیزی که در مورد گیرز 5 وجود داره مربوط به اون انتخاب احمقانه آخر بازی میشه. چه کسی رو میخواید نجات بدید؟ پسر مارکوس یا نسخه فیک چینی دام؟ مثلا این سکانس قرار بود شما رو احساسی بکنه ولی فقط ما رو عصبی کرد. وقتی یک صحنه رو به زور داخل بازی قرار بدید همین میشه دیگه. اما جالبه بدونید که سازنده ها قرار نبود کیت دیاز رو به عنوان کاراکتر اصلی توی بازی پنجم استفاده بکنن، اما دستور از بالا اومد که مخاطب های مدرن به کاراکترهای مدرن نیاز دارن. من نمیدونستم که کاراکتر مرد جدیدن یعنی مخاطب سنتی، ولی مهم نیست. مهم اینه که حالا گیرز 5 یه کاراکتر مدرن داره، یه زن مستقل که نه تنها از همه بهتره، حتی هیچ اهمیتی هم به سلسله مراتب دستوری در نیروهای نظامی نمیده و دستور ارشد خودش رو قبول نمیکنه و حتی بهش میپره. اما ما که نمیفهمیم. سازنده ها میگن کیت مهمه، همه باید اونو دوست داشته باشید. چرا دوستش ندارید؟ اون از مارکوس و دام هم بهتره. هر کسی از اون خوشش نیاد سکسیسته. نمیدونم چه اصراریه که این کاراکترای زن مستقل چه توی بازی و چه سریال و چه فیلم نه تنها باید بی‌نقص باشن، بلکه باید از خود راضی و از دماغ فیل افتاده هم باشن. انصافا که مقایسه بازی‌های قدیم با جدید خیلی جرمه.
به نظرم دلایل مختلفی وجود داره که این فرانچایز افول کرده، که قطعا مهمترین اونا میتونه تغییر کردن تیم سازنده باشه. کوالیشن هیچ شوری برای ساخت این بازی ها نداشه، دقیقا برخلاف بازی هایی که توسط اپیک ساخته شده بودن. از نظر اپیک داستان بازی بعد از گیرز آف وار 3 تموم شده بود و به همین دلیل وقتی مایکروسافت ازشون خواست برای گیرز آف وار 3 دنباله بسازن اونا قبول نکردن. اما طعم پول باعث شد تا مایکروسافت این IP رو از اپیک بخره و اون رو به یک تیم سازنده جدید بده. در نتیجه این اتفاق فاجعه های مثل گیرز آف وار 4 و گیرز 5 رخ داد. حالا به این دوتا سیاست های هویتی مزخرف غربی رو هم اضافه بکنید تا یک فرمول قدرتمند نه تنها برای نابود کردن گیرز آف وار بلکه برای هر فرانچایزی رو به دست بیارید.